سلام، من حسین هستم و امروز میخوایم در مورد خواب صحبت بکنیم. توی این ایام قرنطینه من به شدت خوردم و خوابیدم و حسابی به دست پختم. هم خوبه، برای خودم یه غذا درست کردم و یه 10-12 کیلویی تونستم که چاق بشم. برای همین تصمیم گرفتم که لاغر بشم، توی که پست آخرم هم گذاشته بودم. برای وزن کم کردن فاکتورهای خیلی مهمی وجود داره که یکیش خوابیدنه. برای همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو درست بکنم در مورد خوابیدن، به خاطر اینکه شاید کمتر در موردش میدونیم و اینکه خود سبک زندگی ما در مورد خوابیدن یه خورده فرق داره، یه خورده با فیزیولوژی و ورزش و اینا خیلی نمیخونه. اول اینکه واقعا 8 ساعت باید بخوابیم، آدم نرمال باید 8 ساعت بخوابه و یه سری فعالیت ها قبل از خواب، مثلا اینکه شما 2-3 ساعت قبل از خواب شام سنگین میخورید باعث میشه که خواب خوبی نداشته باشید، یا مثلا 2-3 ساعت قبل از خواب اگر تمرین سنگین داشته باشید خواب خوبی نخواهید داشت. مثلا اینا که میرن سر کار، بعد از ظهر برمیگردن میرن باشگاه، سنگین تمرین میکنن بعد میان خونه گشنه مثلا میان میخورن، بعد خوابیدن براشون خیلی سخت میشه. برای همین معمولا 2-3 ساعت بین اینا باید فاصله باشه و مهم هستش. یه سری پارامترها توی خوابیدن خیلی موثره. یکیش استرسه، اینکه شما موقع خواب باید استرستون رو کنترل بکنید. قبل خواب میتونید از مواد غذایی که ملاتونین داره استفاده بکنید، مثل شیر گرم، مثلا تو وعده مثلا شامتون بعد از شام البته ماست استفاده بکنید، یه چیزای اینطوری. یه چیز دیگه که خیلی تو خوابیدن موثره بحث نگاه کردن به LCD ها هستش، حالا گوشی، تلویزیون، هر چی. اینو باید به حداقل برسونید، مخصوصا زمانی که شما مثلا تایم شب میشه، تمام سیستم های عامل ویندوز باشه، اندروید باشه، آیفون، iOS باشه، اینا همه یه تنظیمات دارن که با غروب خورشید یه بلو فیلتر دارن که صفحه LCD شما رو یه ذره به رنگ زرد میکنن. این توی طولانی مدت کیفیت خواب شما رو خیلی بهبود میبخشد و به هر حال کمک میکنه. پس دو تا قسمت شد LCD، هم نگاه کردنش رو سعی کنید کم بکنید که اینستا اینا اجازه نمیده، ولی این بلو فیلتر خیلی جواب میده. روی ویندوزتون، روی گوشی همراهتون حتما سعی کنید این تنظیمات رو بذارید. و برسیم به قسمت خواب. خواب 3 تا فاز داره. اولیش لایت اسلیپ هستش. لایت اسلیپ اینطوری هستش که خب ما میریم توی رخت خواب، خب گوشی اینا رو میذاریم کنار و آماده خوابیدن میشیم، میخوابیم، حرکت چشممون، حرکت عضلاتمون کند میشه، ضربان قلبمون و تنفسمون یکم میاد پایین و آماده دیپ اسلیپ میشیم. توی دیپ اسلیپ حرکت عضلات و حرکت مردمک چشممون کامل متوقف میشه، تنفسمون و ضربان قلبمون بسیار میاد پایین، به همون نسبت اوتوساتوریشن، غلظت اکسیژن خونمون هم یه مقدار قابل توجهی میاد پایین. و عموما این قسمتی هستش که مثلا طرف رو صدا میکنید بیدار نمیشه یا بلند میشه، خیلی آشفته از گیجه و اینا، به خاطر اینکه توی خواب عمیق هستش. معمولا وسط های خواب هم این دیپ اسلیپ رو داریم و قسمت انتهایی فاز سوم خوابمون ریم هستش، REM، که سرعت حرکت عضلات همچنان پایینه ولی مردمک چشم سریع میچرخه، تکون میخوره. معمولا این زمانی هستش که ما خواب میبینیم و وسط ها انتهای خواب اینطوری هستش. این 3 تا فاز خوابه که 3 تا قسمت خیلی مهمه. حالا یه چیزایی توی این ترتیب اینها و اینکه چقدر طولانی بشه و کیفیت خوابمون چقدر باشه یه چیزایی تأثیر میذاره. خب چند تاشو گفتیم، مثلا استرس، تغذیه هستش، تمرینات قبل از خواب هستش، ولی یه سری چیزا هم تأثیر مستقیمی روی این 3 تا فاکتور میذاره: الکل و نیکوتین سیگار. خب چیز مشتقات، حالا چیزایی که اینا توش وجود دارن باعث میشه که کیفیت این خواب ها متغیر باشن. علاوه بر این
کسانی که ورزش هوازی مستمر میکنن شاخص ویوتومکسشون بالاتره و فعالیت بدنشون خب بهتر هستش، شاخص قلبی عروقیشون بهتر هستش و معمولا اینها خوابهای راحت تری دارن و وقتی هم که میخوابن انرژی که از اون خواب به دست میارن معمولا خیلی بالاتر از آدم های نرمال هستش. خب میخوام یه نمودار بهتون نشون بدم که این نمودار خواب من هستش، مثلا اگر شبایی که خوابیدم که نشون میده که این سیستم زمانی که بیدار بودم، زمانی که لایت بوده خوابم، دیپ بوده و ریم بوده چطوری هستش. اون ریم هستش، اون آبی پررنگا دیپ هستش و اون آبی کمرنگا لایته. همونطور که میبینید اینا مقطع هستن و توی قسمت‌های مختلف یه قسمت کمه یه قسمت زیاده، به حال متفاوت هستن، ولی با توجه به حالا فیزیولوژی بدن و اون اتفاقاتی که توی اون روز افتاده ممکنه متغیر باشه و وقتی که شما مثلا یه شب مثلا ممکنه کم بخوابید حال خوبی داشته باشید و یه زمانی باشه که شما خواب طولانی هم ممکنه داشته باشید ولی وقتی صبح بلند میشید پر انرژی نباشید، یکی از دلایلش همینه، به خاطر اینکه سطح این خواب عمیق و لایتتون و ریمتون به هم میخوره و وقتی شما طولانی مدت اگر میخواید اصلاحش بکنید، اگر طولانی مدت سعی کنید که خوابتون رو در یک سطحی نگه دارید، یعنی همیشه شما 8 ساعت مثلا با ساعت 9 شب بخوابید تا مثلا 5 صبح 6 صبح، این باعث میشه که بدن عادت میکنه به این تایم خواب و یه ریتمی میده به زندگیتون و بدن خودش رو آداپته میکنه و سعی میکنه توی اون تایم اون انرژی که شما توی طول روز بهش دارید میگید که من نیاز دارم و براتون تأمین بکنه. پس یکی از فاکتورهایی که خیلی مهمه که شما تو طول روز سطح انرژی خوبی داشته باشید و خوب بخوابید اینه که به موقع بخوابید و 8 ساعت بخوابید به همین راحتی. موفق باشید.